پیشبینی قیمت دوج کوین تا پایان 3 ماهه اول سال 2022. دوج کوین یک ارز دیجیتال مبتنی بر تکنولوژی همتا به همتا است که به کاربران اجازه انتقال پول در شبکه و بدون محدودیت زمانی یا زمینی رو میده. البته ایده اصلی خلق این ارز دیجیتال برای به سخره گرفتن بیت کوین و به عنوان یک مم ایجاد شد. با اینکه خالق اصلی این مم کوین چندین مرتبه اعلام کرده بود که دوج کوین چیزی به جز شوخی نیست، اما حمایت افراد برجسته‌ای مثل ایلان ماسک و مارک کیوبان باعث رشد چشمگیر قیمت این ارز دیجیتال شد. ۳۳۳ های عزیز سلام، با یه ویدیو دیگه همراه شماییم. ازتون میخوایم قبل از شروع ویدیو به چنلمون سابسکرایب کنید و برای اطلاع از آپلود جدیدترین ویدیوهای ما روی دکمه زنگوله کلیک کنید. تو این ویدیو میخوایم قیمت دوج کوین رو تا پایان 3 ماهه اول سال 2022 پیش بینی کنید. پس این ویدیو رو اصلا از دست ندید و همراه ما باشید. معرفی دوج کوین. ارز دیجیتال دوج کوین رو میشه نسل قدیمی بلاکچین ها با هدف پرداخت همتا به همتا معرفی کرد که در کمال ناباوری این ارز دیجیتال با هدف شوخی ساخته شده. دوج کوین تونسته به یکی از بزرگترین مم کوین ها با بیشترین نرخ رشد قیمتی تبدیل بشه که با تکیه بر حواشی ایجاد شده توسط افراد سرشناس و حمایت جامعه سرمایه گذاران در صدر اخبار بازار ارزهای دیجیتال قرار بگیره. ارز دیجیتال دوج کوین با معرفی توکن خودش با نام دوج به بازار ارزهای دیجیتال تونسته محبوبیت بالایی میان معامله گرها و سرمایه گذاران بازار ارز دیجیتال پیدا کنه. تاریخچه ارز دیجیتال دوج کوین. آقای جکسون پالمر در سال 2013 ایده بنیانگذاری یک ارز دیجیتال جدید رو منتشر کرد که این ایده مورد حمایت جامعه کاربران بازار ارز دیجیتال قرار گرفت و پس از مدت کوتاهی ارز دیجیتال دوج کوین به کمک بیلی مارکوس و جکسون پالمر توسعه یافت و وارد بازار ارز دیجیتال شد. توکن دوج تونسته ویژگی‌های مهمی مثل مقیاس پذیری بالا همزمان با هزینه تراکنش پایین در تکنولوژی بلاکچین رو فراهم کنه که با کمک اونا تونسته ارز دیجیتال دوج کوین رو به یک ارز مناسب برای پرداخت‌های خرد تبدیل کنه. پیشبینی آینده دوج کوین. به گزارش سایت کریپتوپولیتان، پس از افزایش قیمت نسبتاً شدید از روزهای 10 تا 14 ژانویه به علت انتشار خبر پذیرش دوج کوین توسط تسلا به عنوان یک گزینه پرداخت، خرس‌ها اجازه ادامه روند صعودی رو ندادن و نمودار قیمت رو تا سطح 12 سنت کاهش دادن. گاوها در این سطح شروع به خرید و انباشت کردند و این باعث افزایش دوباره قیمت تا حوالی 17 سنت شد. روند نزولی و دره‌های پایین‌تر بار دیگه باعث شد که نمودار قیمت از این سطح به پایین برگشته و این بار تا حوالی سطح حمایت بسیار مهم 10 سنت ریزش کنه. نمودار قیمت اما در حوالی سطح 11 سنت با حمایت گاوها مواجه شد و این باعث شد که نمودار قیمت تا سطح مقاومت 13 سنت بالا بره. این سطح که در گذشته به عنوان یک حمایت عمل می کرد حالا به یک مقاومت سرسخت تبدیل شده. پیشبینی قیمت دوج کوین در ماه مارچ. به نقل از خبرگزاری افکس استریت، دوج کوین به روند نزولی خودش ادامه میده و نبود حمایت تکنیکال عامل سقوط این مم کوین به زیر 900 دلار میشه. سیکل‌های زمانی تنها تحلیلی هستند که نشون خواهند داد که بازگشت صعودی میتونه رخ بده. دوج کوین هم اکنون نسبت به 1 مارس 2022 13% افت داشته. در سال 2022 دوج کوین 44% افت کرده و از قیمت 21 سنت به 13 سنت رسیده.
فشار خرید زمانی صورت میگیره که فروشنده ها کم بشن. اگرچه روند نزولی ادامه داره، اما سیکل ها نشون میدن که تغییر مسیر میتونه در دسترس باشه. دوچکوین 300 روز رو در روند نزولی سپری کرده. بعد از تکمیل سیکل تعادل زمان و قیمت از مارس 2022 افت خودش رو شروع کرده. تحلیل قیمتی دوچکوین. این کاهش قیمت میتونه تا 21 مارس ادامه دار باشه. 21 مارس زمان پایان سیکل تعادلی زمان و قیمته و تریدرها میتونن منتظر آغاز روند صعودی دوچکوین باشن. فشار خرسی اخیر دوچکوین رو به زیر سطح 12 سنت رسوند که در آخرین ولوم خودش قرار گرفت. تا زمانی که پروفایل ولوم در باریکترین حالت خود قرار گرفت. طبق رفتار قیمتی پیشبینی میشه که به ولوم خالی پروفایل خود به سرعت میرسه. قیمت دوچکوین در همون محدوده گیر کرد که به معنی کاهش قیمت از 12 صدم دلار به 9 صدم دلار خواهد بود. گرچه برخی تحرکات قیمتی نشون میدن که قیمت دوچکوین میتونه باز هم افزایش پیدا کنه. برای مثال قیمت دوچکوین با بدنه یک کندل و تنکانسن هفتگی فاصله گرفته. در ضمن دوج از کی جونسن فاصله گرفته و به مکسمین نزدیک شده. سطحی که بی تعادلی در بالاترین رنج خودش قرار داره. در صورت بازگشت گاوی منطقه مقاومتی در کی جونسن هفتگی و در سطح قیمتی 22 سنت خواهد بود. به پایان یه ویدئوی دیگه رسیدیم. نظر شما در مورد آینده یه نزدیک دوچکوین چیه؟ به نظرتون روند دوچکوین میتونه به رشد سابق خودش برگرده؟ ممنون میشم نظرات خودتون رو در بخش کامنت ها با ما به اشتراک بذارید. تا یه ویدئوی دیگه خدا نگهدار.